با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک می این دفتر دیگری از برنامه خبری تحلیلی صفحه یک را با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا در قیاب روزنامه امروز جمعه نخست نگاهی خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده. در گذشت بانو شاهدخت اشرف پهلوی در قربت پس از 37 سال انتظار بهبود اوضاع ایران و با زخم از دست رفتن فرزندی که از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ترور شده بود همینطور موجی از واکنش های و فرامنطقه به پدیده سفارت سوزی از سوی جمهوری اسلامی ایران در دو شهر تهران و مشهد همزمان با افزایش تنش میان دو دولت ایران و عربستان با احتمال و اتهام بمباران سفارت جمهوری اسلامی در یمن از سوی هواپیماهای اعتلاف عربی فعل و انفعالات در کمپ انتخاباتی خبرگان رهبری با انفعال هرچه بیشتر حسن خمینی در مواجهه با لایه های تندروهای نظام فقها و بالاخره گردنکشی رسانه حزب الله مقابل دستور دولت یا لسارت الحسین و انتشار شماره جدید علا رغم لغو ممنوعیت از سوی دولت اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 18 دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه و برگزیده. امروز خبر یک صفحه یک برای ایرانیان نه از رویترز بود و نه از خبرگزاری های مشهوری همچون اساشت پرس و نه از ایسنا و ایلنا و ایرنا از ایران امروز صفحه فیسبوک شاهزاده رضا پهلوی با اعلام خبری منبع خبر بسیاری از رسانه های پارسی شده بود خبر ساده و کم سطر بود درست به مسابقه زندگی صاحب خبر فراز و فرود بیشمار و بسیار از زندگی تا مرگ کوتاه بود زنی از زنان ایرانی با زندگی ودا کرد شاهدخت اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران دیروز پنج شنبه هفته همه دی ماه در سن 96 سالگی پس از سالیانی امید و انتظار در دیار دور از ایران دیده از رنجهای جهان فرو است شاهزاده رضا پهلوی در صفحه فیسبوک رسمی خود با اعلام این خبر نوشت که از درگذشت عمه عزیزم شاهدخت اشرف پهلوی بسیار متأثر و متعلم شدم خاطرات بسیاری از دوران کودکی تا به امروز از ایشان برایم به یادگار مانده است به ویژه دلنگرانی‌هایش برای از دست رفتن جایگاه ایران پس از انقلاب اسلامی و نور امیدی که همیشه در قلبش برای آزادی و سربلندی ایران داشت در صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی همچنین اضافه شده بود که ایشان با قلبی آکنده از مهر به وطن در راستای بهبود زندگی اجتماعی مردم و پیشبرد حقوق زنان رفاه اجتماعی و مبارزه با بیسوادی در ایران و در عرصه بین الملل تلاش های چشمگیری کرد اشرف پهلوی متولد چهارم آبان ماه سال 1298 خورشیدی در محله سنگلج تهران بود دفتر خبری تحلیلی صفحه یک یاد و نام این بانوی میهن که سالیانی متعالی ترین خدمات را برای اعتلاع و ارتقای جایگاه ایران انجام داده بود گرامی میدارد و یاد همه ستارگان سفر کرده ی خاندان ایران ساز پهلوی که هر روز در کرانه های قلب جوانان میهن کنام نو میسازند و مهرشان فزون و فراگیر است گرامی میدارد خبرها و نظرها را با رویدادهای کوتاه منطقه‌ای و فرامنطقهای ادامه میدهیم در حالی که جدال جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی در جبهه جدیدی وارد فازهای تازه تنشهای رسانهای و دیپلماتیک شده است یعنی صنعا و یمن از عراق و بین النهرین خبر میرسد که سخنگوی یکی از خشنترین گروههای شورشی در این سرزمین مجروح شد ارتش عراق میگوید ابو محمد عدنانی سخنگوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در پی حمله ای هوایی در استان الانبار مجروح شده است در بیانیه ارتش کشور عراق آمده که گزارش های تایید شده ای وجود دارد که تروریست موسوم به ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در جریان حمله هوایی در منطقه زخمی شده است خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش های اعتلاف به رهبری آمریکا میگوید که بیش از یک ست تن از اعضای حکومت اسلامی طی حملات هوایی هفته جاری کشته شدند. حملات هوایی اعتلاف برای کمک به پیشروی نیروهای نظامی عراق در نبردهای زمینی علیه داعش انجام می شود. از عربستان و عراق عبور می‌کنیم و میکاویم و می‌خوانیم تازه‌های از اتهامات واهی رسانه های نزدیک به رهبری ایران که منجر به موج جدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای قدرتمند همسایه گردید. در این میان در اعتراض به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی در خصوص ارتباط اعدام شیخ نمر با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عربستان وزارت امور خارجه ترکیه دیروز پنجشنبه هفدهم دیما سفیر ایران در آنکارا را احضار کرد هرچند بعدها از سوی جمهوری اسلامی تکذیب شد این احضار در بیانیه ی وزارت امور خارجه ترکیه اشاره شده بود که به سفیر ایران تاکید شد که حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد کاملا غیرقابل قبول و غیرقابل توضیح است به گزارش خبرگزاری های جهانی از جمله رویترز سهشنبه هفته گذشته آقای اردوغان سفری دو روزه به عربستان داشت و با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در خصوص بحران سوریه و همکاری در زمینه انرژی مذاکره کرده بود اما یک روز پس از اعدام شیخ نمر و 46 و نفر دیگر در عربستان روزنامه جمهوری اسلامی که روزنامه است نزدیک به رهبری و مدافع و موسوم به ارزشی موضوع سفر اردوغان را سال برانگیز دانسته بود این روزنامه یعنی جمهوری اسلامی نوشت که جنایت آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر عالم مجاهد عربستان بلافاصله بعد از سفر رجب طیب اردوغان به ریاض و دیدار و گفتگوی وی با شاه سلمان اخبار و تحلیل ها رو به سوی همدستی اردوغان با شاه عربستان سوق داده است گمانه هایی که همچنین بدون ارائه سند منتشر می شود در همین حال اظهارات روز گذشته اردوغان درباره اعدامها در عربستان واکنش رسانه های دولتی در پی داشته است به گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز وزارت امور خارجه در بیانی اعلام کرد که ما اقدام رسانه های وابسته دولت ایران در مرتبط کردن سفر رئیس جمهوری ما به عربستان و مسئله اعدام ها در این کشور را به شدت محکوم می کنیم. که قطعا این اتهام پراکنی های واحی و حرف های بدون سند زدن ها هزینه های سنگین در عرصه سیاست های خارجی دارد که نخستین نشانه های نیز به یک که شهروندان ایرانی برمیگردد که تاوان خامندیشی ها و در واقع پرخاشگری های منطقه ای نظام حاکم در ایران را میپردازند از کاهش و تنزل شم و جایگاه شهروندی در جهان تا سایر امور خدمات گیریم. در ادامه بررسی رسانه های چاپی تهران خبری منتشر شده بود که نمیتوان گفت خیلی منجر به تعجب خوانندگان شد چرا که تقریبا شنیدن این مدل رویدادها و خبرها تا حدودی متعارف شده است در ایران اما نفس خبر نشان از گردن های همیشگی گروه های موسوم به حزب الله دارد که علیرغم رغم لغو مجوز انتشار نشریه پرخاشگر و دشنامگویی موسوم به یا لسارت الحسین از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران این گروه در نهایت بیباکی و قانون شکنی در سامانه اینترنتی خود اعلام کرد که نشریهشان بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های های اعمال شده ی حقوقی قانونی به پیشخانه نشریات و دکه ها آمد همانگونه که در بخش های مختلف خبری نیز آگاهی یافتید هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز دوشنبه چهاردهم دی ماه پروانه هفت نامه یال سارات وابسته به تشکیلات انصار حزب الله را به دلیل اصرار و توهین به شهین مولا وردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده لغو امتیاز کرده بود با این حال وبسایت گروه انصار حزب الله روز چهارشنبه 16 دی ماه خبر داد که شماره 827 نشریه یال سرات منتشر و در دکه های مطبوعاتی توضیح شده است بر اساس گزارش وبسایت انصار برگ های سیاه از کارنامه معاون رئیس جمهوری در امور زنان و توضیحات عبدالحمید محتشم مدیر مسئول یال سارا درباره به گفته ی آقای محتشم بددهانی خانم مولاوردی از جمله مطالب شماره جدید این نشدی است نشدی یال سرات در این شماره همچنین گزارش های انتقادی از سیاست های دولت حسن روحانی درباره فضای مجازی و توافق اتمی وین منتشر کرده است این نشریه در شماره های پیشین خود با انتقاد از سیاست های دولت روحانی خانم مولاوردی را همپالگی یک فعال حقوق زنان معرفی کرده و این فعال حقوق زنان را با لفظ فاحشه مورد خطاب قرار داده بود. این در حالی است که روزنامه بهار صرفاً به خاطر یک مقاله در هفته گذشته از ادامه انتشار باز ایستاد و هنوز نیز منتشر نمی شود چرا که در آن مقاله که با عنوان واهمه زوال قدرت منتشر شده بود بوی زوال و افول ولایت فقیه به مشام بیت رسید و از حراس حاصله رسانه را بستند و بر دو مهمان منقوش بر صفحه نیز شبان روزی می کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه ی. یک هستید از تلویزیون ایران فردا که در غیاب روزنامه های امروز جمعه نظری و گذری دارد بر اهم مطالب منتشر در رسانه های داخلی و خارجی از جمله موضوعاتی که در رسانه های بین المللی نیز باستاب های گسترده ای داشت و از زوایه مختلف به موضوع نگریسته شد همانا طبعات تلخ و احتمالی شورشیان الله در آتش زدن سفارت عربستان بود طبعات اقتصادی موضوع در این میان بخش اقتصادی و پول شبکه تلویزیونی CNN آمریکا در گزارش تحلیلی به چهار عنصر اصلی که اقتصاد رنجور ایران را میتواند فلج کند اشاره هایی تشریحی کرد در واقع تحلیل و بررسی گروه اقتصادی سی این از مخاطرات احتمالی اقتصادی که با این عمل کرده گروه های خودسر صورت گرفت را واکاوی نمود شبکه یه خبری سی این ضمن اشاره به قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض پس از حمله نیروهای موسوم به خودسر به دفتر دیپلماتیک آن کشور در ایران معتقد بود که این رویداد درست زمانی روی داده که ایران امیدوار است تا چندین دهه تحریم اقتصادی دردناک پایان پذیرد از منظر گروه اقتصادی سی چهار مخاطره اساسی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی این گونه است که باز می‌خوانیم تأخیر در لغو تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران تداوم کاهش قیمت نفت که اتفاقا در خبرها میخواندیم که بی سابقه ترین دوران کاهش قیمت نفت در دوازده سال اخیر آغاز شده عامل سوم شرکای اصلی تجاری ایران از وضعیت کنونی خوشحال نیستند به زمه CNN و بالاخره چهارمین عامل که لغو تحریم های بیشتر از سوی آمریکا بعید است یعنی بیشتر تحریم های شده از جانب آمریکایی ها تا روز اجرای برجام بر سر جای خود باقی خواهد ماند بازرگانان آمریکایی هنوز هم نمی توانند بدون دردسر با ایران به تجارت بپردازند در اغلب موارد آنان نیازمند دریافت مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا هستند تا از تحریم ها معاف شوند و بتوانند به ارسال کالاهای آمریکایی به ایران مبادرت ورزند از منظر گروه اقتصادی CNN با کدورت روابط ایران میان تهران و ریاض بعید است که دولت اوباما بخواهد تحریم های بیشتری را لغو کند البته در این راستا این در حالی است که در واقع همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرد که در صورتی که کارها خوب پیش برود توافق اتمی ایران احتمالا تا چند روز دیگر اجرایی می شود به گزارش خبرگزاری های جهانی از جمله رویترز جان کری همچنین گفت که محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در تماس تلفنی روز پنجشنبه تاکید کرد که تهران قصد دارد تمام مفاد توافق اتمی وین را اجرا کند ایشان گفت که آمریکا همچنان مواردی مانند فعالیت های ایران در زمینه موشک های بالستیک و نیز سرنوشت اتباع زندانی آمریکا در آن کشور را پیگیری می کند. با این حال ایالات متحده آمریکا گفته است که تحریم های مربوط به سپاه پاسداران و همینطور برنامه موشکی و نقض حقوق بشر در ایران لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان روز پنجشنبه در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش های جدید موشکی نیز اظهار موضع و نظری کرده بود که قابل توجه است گفته بود که روند بررسی این تحریم ها ادامه دارد اما به دلیل مسائل فنی هنوز به مرحله نهایی نرسید است که البته گمان ها بران است که تا اطلاع سانوی دست نگه داشتن تا ببینن نتیجه برجام چه خواهد شد ادامه مطالب برگزیده امشب بازداشت سوشامکانی مکانی در وازبان ملی ایران در واقع عضو تیم پرسپولیس هم هست هنوز هواشی و جوانه به جالب و عجیبی دارد در حالی که علاقمندان این ورزشکار جوان در شوک و حیرت از عملکرد نیروهای قضایی جمهوری اسلامی هستند که چگونه به صرف داشتن و انتشار چند عکس دوستانه میتواند منجر به بازداشت یک چهره ورزشی در سطح ملی شود دادستان تهران به ورزشکاران هشدار دوباره داد در این میان روزنامه آرمان شماره دیروز از هشدار دادستان تهران به ورزشکاران و هنرمندان خبر داد و از قول عباس جعفری دولت آبادی نوشت که انتشار عکس های نامناسب یک ورزشکار برخلاف منش پهلوانی و روح جوانمردی است و هنرمندان باید از انتشار عکس های نامناسب در فضای مجازی پرهیز کنند و انتشار عکس های به زعم وی خلاف موازین اسلامی از برخی ورزشکاران و هنرمندان در فضای مجازی باعث شد دادستانی تهران از جنبه عمومی جرم ورود کرده و با متخلفان برخورد کند به نوشته این روزنامه دادستان تهران خطاب به جامعه ورزشکاران و هنرمندان گفته است که ورزشکاران و هنرمندان اصیل باید افراد هنرمندنما و ورزشکارنما را از جامعه ورزشی هنری ترد کنند تا به واسطه اقدامات برخی افراد متخلف پیامدهایی آن متوجه جامعه هنری و ورزشی کشور نشود در, در هفته ها و ماهای اخیر موجی از اعتصاب و اعتراضات مدنی در سه مجازی از سوی هنرمندان و ورزشکاران داشتیم که کشف حجاب نمونه از آن بود مطالب را پی میگیریم با سایر موضوعات برگزیده امشب اظهار موازه انتخاباتی در سوی کمپ اصولگرایان و اصلاح طلبان هر روز با نشر مطالب تازه رنگ و بوی نو می گیرد. این بار جدال در جناه خودی هاست. در واقع اصولگرایانی که از درون دوپاره می شوند. بخشی از اصولگرایان که احمد توکلی سریحا به نقد آنان می پردازد و حداد حد عادل در سوی دیگر سریعا به پاسخ برآمد. بنابر گفتگوی طولانی و اختصاصی که روزنامه قانون با احمد توکلی انجام داد پرده های تازه ای از چند دستگی این نیروهای موسوم به مدافع ارزش که عمدتا خود را زوبه در محضر ولایت می دانند و می کنار میزد روزنامه قانون انتقادات احمد توکلی از برخی اعضای شورای اعتلاف اصولگرایان را با عنوان کهنه اصولگرا علیه نو اصولگرایان منتشر کرده مدعی شد که با نزدیک شدن به انتخابات پایان سال مانند کارزار سال 92 اکنون اختلاف درونی اصولگرایان آشکارتر شده است توکلی در بخش از این اظهار موضعی انتخاباتی از فراز و فرود درون اصولگرایان معتقد بود که پاشنه آشیل اعتلاف اصولگرایان جبهه پایداری است و در واقع پیش بینی می کرد که جبهه پایداری می تواند شب آخر لیستی دهد که تعدادی را هز و افراد مدنظر خودش رو اضافه کند و موجب شکست شدن آرای برخی و رای نیاوردن برخی دیگر شود روزنامه قانون با اشاره به اینکه سخنان توکلی با واکنش حداد عادل سخنگوی اعتلاف اصولگرایان روبرو شد به نقل از غلام علی حداد عادل گفت که از همه دوستان اصولگرا درخواست میکنم از هر گونه سخن و اظهار نظری که موجب بروز اختلاف شود خودداری کنند این روزنامه با تاکید بر اینکه سخنان توکلی و واکنش سریع حداد داده عادل به عنوان سخنگوی ائتلاف اصولگرایان بیش از هر چیز نشان از آن دارد که با همه تلاش های اعضای ائتلاف آنها نمی توانند بر اختلافات عمیق در این ائتلاف سرپوش بگذارند با اشاره به این نکته نوشت که اختلاف اصولگرایان بر سر دو محور حلقه پایداری و شخص احمدی نژاد است و اشاره توکلی که آشکارا از جبهه پایداری به عنوان پاشنه آشیل میبرد نشان از اختلافاتی است که باعث شد علی لاریجانی خود را مستقل اعلام کند و با هنر از پیوستن به اعتلاف سر زند و در نهایت طیف نزدیک به قالی باف نیز خود را از این اعتلاف خارج کند جدالی عجیب در لایه های تندرو و اصولگرای جمهوری اسلامی و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجل به پایان میرسد از شما دعوت میکنم بیننده یه برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که با تازه ترین گزارش های دریافتی از ایران منطقه و جهان بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد در برنامه امشب همراه با شما میبینیم و میشنویم شرح تکمیلی آخرین گزارش ها همچون فشارهای تازه جمهوری خواهان آمریکا به دولت این کشور برای تحریم های بیشتر علیه ایران اظهار امیدواری جان از اجرای زود هنگام توافق هستهی برجام و تازه هایی از آخرین رویدادهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران همینطور بر خط سیر های دیپلماتیک در حوزه ایران از عربستان ترکیه عراق تا یمن را در آن سوی خبر میبینیم تا آنگاه و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود